فقط خبرها. از رویا تا واقعیت، درهای آزادی بعد از 4 دهه به روی زنان ایرانی باز شد. درگیری شدید نیروهای ترکیه با شبه نظامیان کرد در دومین روز حمله به شمال سوریه، 10,000 غیر نظامی آواره شدند. اعلام برندگان معروفترین جایزه ادبی 2 سال اخیر، اولگا توکارچوک لهستانی و پیتر هاندکه اتریشی نوبل ادبیات بردند. و نزدیک به نصف جمعیت افغانستان از ناراحتی‌های روحی روانی رنج می‌برند. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ورزشگاه آزادی بازی در جریان است که تاریخ ساز شده، نه از بابت نتیجه دیدار که از بابت کسانی که بازی رو دارن تماشا میکنند. حدود 3500 زن برای این بازی بلیت خریدند و برای تماشا به داخل استادیوم رفتند. پایان محدودیتی حدوداً 40 ساله. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم با اعزام هیئتی به تهران ناظر اجرای مقرراتی است که طبق آن زنان باید بتوانند در همه مسابقات فوتبال داخلی و خارجی به ورزشگاه ها بروند. نعیم نامجو گزارش می‌دهد. این خیابان به سمت آزادی می رود. اینجا مسیر دختران و زنانی است که امروز برای تماشای دیدار ایران و کامبوج به ورزشگاه می روند. بلیت و شیپور و پرچم در دست، مثل بقیه طرفدارهای پر و پا قرص فوتبال. دیداری که شاید نتیجهش قابل پیش بینی باشد و چندان سرنوشت ساز به نظر نیاید، اما روزی تاریخی برای ورزش ایران است. روزی که اهمیتش در تیتر روزنامه ها هم دیده می شود. زنان آزادی در روزنامه سازندگی و آزادی بدون گزینش تیتر روزنامه شرق. روزنامه ابتکار هم با حصارهای آزادی به انتقاداتی که از شیوه ورود زنان به ورزشگاه مطرح شده پرداخته. اما مطالب به همینجا ختم نمی شود. روزنامه های مختلف با مقاله ها و طرح‌های مختلف حضور زنان در ورزشگاه بعد از 4 دهه را پوشش دادند. ما بالاخره اومدیم توی محوطه آزادی و منتظر پیروزایی که بودیدن ما سوار میکنند. زنانی که با ذوق و لبخند و بعضی با اشک شوق پا به ورزشگاه میگذارند و بعضیشان میپرسند چرا این محدودیت برایشان وجود داشت. محدودیتی که با پافشاری فیفا و تلاش بسیار گروه‌های فعال حقوق زنان و بعضی مسئولان در داخل بالاخره به پایان رسید. فدراسیون جهانی فوتبال 10 اکتبر را مهلت ایران برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها تعیین کرده بود. فیفا بعد از درگذشت سحر خدایاری در بیانیه‌ای از ایران خواست محدودیتی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها قائل نشود. در بازی ایران کامبوج صدای حدود 3500 زن تماشاگر هم بین مردها شنیده می شود. حضور آنها حاشیه‌ای پررنگ تر از متن است. نعیمه نامجو، بی بی سی. نیمه اول این بازی به پایان رسیده. قدم زنان برای فوتبال ملی ایران بسیار خوب بوده. 7-0 تا اینجا ایران این نیمه رو به پایان برده. اما برای بحث بیشتر در این مورد نعیمه دوستدار رو داریم، روزنامه‌نگار از مالمو سوئد که به ما پیوسته. خانم دوستدار، ما همه میدونیم که حکومت ایران تقریبا با کراهت در نهایت تن داد به اون چه که امروز داریم میبینیم که پیروزی تاریخی خونده میشه برای زنان ایران. چقدر میشه امیدوار بود که این پیروزی ادامه پیدا کنه؟ خب من اول جا داره که تبریک بگم این اتفاق رو به همه زنان ایرانی، فارغ از اینکه علاقه من هستن وارد ورزشگاه بشن یا نه، چون فکر میکنم که این اتفاقی که امروز افتاد تحقق یکی از حقوق زنان هست در دسترسی به
فضاهای عمومی که به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر شناخته میشه و زنان ایرانی در واقع با ورودشون امروز به ورزشگاه به یک حق بدیهی دست یافتن که 40 سال ازش محروم بودن تقریبا و دسترسیشون به این هدف ضمن اینکه جای تبریک داره در واقع نوعی بازگشت به گذشته هم هست. خب هیجان ها در مورد اینکه حالا امروز زنان به ورزشگاه راه یافتن زیاده، به خصوص اونایی که تونستن از نزدیک وارد در واقع این تجربه رو اثر بگذارونن، خب حتما خیلی خوشحالم، ولی این اتفاق لازم هستش که ما رو دچار یک هیجان کاذب نکنه تا فراموش نکنیم که در واقع با ماهیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران داره و نگاهش به زنان، همواره این خطر احساس میشه که همین حقوقی که تا الان به قول شما با اکراه تامین شده یا به نحوی از زنان دوباره گرفته بشه یا به نحوی بهشون داده بشه که از شاید از ندادنش بهتره. من میخوام به همین تبعیض‌های ساختاری اشاره بکنم که الان وجود داره، یعنی در همین تحقق نصف و نیمه خواسته زنان برای ورود به ورزشگاه ما میبینیم که تبعیض‌ها ساختاریه، یعنی مثلا مسئله تفکیک جنسیتی که خود عامل نابرابری هست، جمهوری اسلامی ازش کنار نیومد، باهاش کنار نیومده و تلاش کرده که به هر نحو ممکن این تفکیک رو انجام بده، از اختصاص جایگاه ویژه، اینکه اجازه نده زنان در کنار اعضای دیگر خانوادهشون بتونن به تماشای مسابقه بشینن، از اینکه زنان رو بفرسته، مردان رو بفرسته چند صفحه اونورتر، به نحوی که احتمال تداخل و اختلاط بین زنان و مردان حتی با فاصله از بین بره، و همینطور مسائلی که در روزهای گذشته مطرح شد، اینا همش نشون میده که به هر حال جمهوری اسلامی دست کم در یک بسیار چندین لایه که میتونه شامل محافظه‌کاران و فقها باشه با این موضوع به چندان کنار نیومده و همچنان باش مسئله داره. ممنونم ازتون خانم دوستدار نعیمه دوستدار روزنامه نگار. حالا بریم سراغ همکارم فرن تقی‌زاده که واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده. فرن. بله، همینطور که نیمه اول بازی ایران و کامبوج در حال برگزاری بود، روی توییتر هم بسیاری از زنانی که وارد ورزشگاه شده بودن امروز از هیجان خودشون می نوشتن و حتی از قدم خودشون نوشتن که تیم ایران تونسته 7 گل بزنه تا اونجایی که البته من دیدم به موقع گل بیشتر زده باشه، من آپدیت خبری نشدم تا موقع، ولی خب می دونم که 7 گل زده شده. نگاه کنیم به یه سری از ویدیوهایی که برخی از مخاطبان ما برای ما فرستادن از قبل از شروع بازی هست، از حین حرکتشون به سمت استادیوم امروز و از حال و هوای خودشون این زنها برای ما گفتن. ببینیم با هم دیگه. ما الان یه زنم دیرمون شده، داریم میریم سمت استادیوم، بچه هایی که رسیدن میگن خیلی زیاد جلوی استادیوم شلوغه و ترافیکه، امیدوارم که دیر نرسیم، ساعت 2 روب تقریبا و خیلی استراب داریم، نمیدونیم چی میشه و الان دیگه استرابمون تبدیل به استراب مثبت شده. خب از در شرقی وارد شدیم، داریم میریم، خیلی خیلی بهمون تاکید کردن که از پلیس عکس و فیلم بگیریم و بهمون تاکید کردن پرچمای که آرم الله نداره رو اجازه نداریم وارد استادیوم بکنیم. شربت همون طرف بپر. نمیدونم میتونم احساسمو درست بگم یا نه، اما خب تر دوست داشتم که با همسرم باشم، کنار هم بتونیم فوتبال ببینیم. تو این فاصله بگم که گل 8 رو هم ایران به کامبوج زده و بسیاری از این بوخ‌های شادمانی که میشنوید از طرف تماشاگران خانوم هستش که داره پخش میشه و احتمالا شما هم از صدا و سیمای ایران میشنوید، اما در توییتر نوشته شده که تصاویر زنان از طرف صدا و سیما
منتشر نشده و پخش نشده، ولی تصاویری پخش شده در توییتر که بقیه عکاسا رو نشون میده که به سمت جایگاهی هستن که زنان حضور دارن و میگن اگر شما صدا و سیما تصاویر ما رو پخش نکردیم، به جاش دوربین های دیگه هستن که دارن حضور زنان رو در ایران به تصویر میکشن. ما با دو تا از مخاطبانمون که الان درون ورزشگاه آزادی هستن صحبت میکنیم. بیننده اولمون شیرین هست از استادیوم آزادی و بیننده دوممون هما هست از استادیوم آزادی. خانم شیرین، اول که تبریک بهتون میگم، تونستین بلیت بخرین و برای اولین بار حضور زنان رو تجربه کنین در استادیوم آزادی، از حس و حالتون به ما بگید. سلام عرض کنم خدمت تمام بینندگان شبکه بی بی سی. ببخشید من خیلی صدای شما رو خوب نمیشنوم، اینجا سر صدا خیلی زیاده. از ته قلبم خوشحالم که به عنوان اولین زنان بعد از 40 سال تونستیم به ورزشگاه بیایم. من تو همون ساعت اولیه بلیت خریدم. واقعا هیچ کلمه ای نمیتونه احساسم رو توصیف بکنه. اینجا خیلی جو خوبیه، دخترها خانمها همه خیلی خوشحالن، همه خیلی خوشرنگ لباسای ایران رو پوشیدن، کلاه سرشام ایران رو گذاشتن و تشویق میکنن. خیلی خیلی فعالتر از آقایون هستن، آقایون خیلی ساکت نشستن. متاسفانه خب ما مجبور بدیم جدا از آقایون بسیریم. من با همسرم و دوستم اومدم به استادیوم، اما امیدوارم که در آینده بسیار نزدیک متشکرم از شما. امیدوارم که بقیه بازی رو هم به همین شادمانی که دیدین دنبال کنین و ایران احتمالاً گل‌های بیشتری هم خواهد زد. با هما از استادیوم آزادی بحث رو ادامه میدیم. خانم هما، شما بفرمایید تجربتون چی بود از اولین باری که احتمالاً تونستین وارد استادیوم آزادی بشین؟ صدای هما خیلی ناوازه هستش و صدای استادیوم رو بیشتر ما میشنویم. بفرمایید. من هم خیلی خوشحالم که اینجا هستم. میدونم که خیلی از خانمهای دیگه نتونستم بیلیت خرید کنن، ولی من فکر میکنم از این فضای محدودی که فراهم شد باید استفاده کرد. من میدونم که این خواسته خیلی حداقلی بسیاری از زنان ما توی جامعهمون برابری. همونطور که شما دارین صحبت میکنین خانم هما، ایران گل نهم رو هم زد. احتمالا شما موج مکزیکی هم دارین همراه با بقیه خانم ها انجام میدین، چون تصاویرش در توییتر اومده. جمله آخرتون رو بفرمایید، من برم چند تا از کامنت ها رو بخونم. بله، اینجا سر و صدا خیلی زیاده، خانم ها خیلی حیثیتی این رو تشویق میکنن چون حضورشون رو سختی به دست آوردن و این برای آقایون این مفهومو نداره. متشکرم. امیدوارم که حضور زنان در استادیوم های ورزشی و مشخصا برای دیدن بازی های فوتبال داخلی و بین المللی در ایران ادامه پیدا کنه. آزاده رو داریم، گفته من متولد 58 هستم، فرزند انقلاب، 40 سال طول کشیده پیش پا افتاده ترین تفریح برای همجنسانم آزاد بشه. سمین گفته وای خدای من، اصلا باورم نمیشه حضور زنان در ورزشگاه. رضا گفته هم خوشحالم هم ناراحت، ناراحتیم از اینه که این همه حسرت دختر سرزمینم و خوشحالیم از این که دارن کیف میکنن. ساحلم گفته چه قدمی داریم، احتمالاً اشارش به تعداد بالای گلهای هستش که ایران داره میزنه. همچنان بازی ادامه داره. اگر مایل هستین که از درون ورزشگاه برای ما صداتون رو بفرستین، @BBC شما در تلگرام جایی هست که میتونید صداتون رو برای ما ارسال کنید. بریم پیش مجید و ادامه خبرها. ممنونم ازت فرین. همه گزارش ها از شمال شرقی سوریه از فرار ده ها هزار نفر از مردم غیر نظامی منطقه در پی عملیات ارتش ترکیه علیه شبه نظامیان کرد حکایت دارد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید تا کنون حدود 110 شبه نظامی کرد کشته شدند. این عملیات موجی از مخالفت بین المللی برانگیخته، اما رجب طیب اردوغان تهدید کرده اگر اتحادیه اروپا آن را اشغالگری توصیف کند، 3,600,000 پناهجوی سوری را به اروپا خواهد فرستاد. ترکیه هدف این عملیات را که عصر دیروز آغاز شد، ایجاد کمربندی امن برای دفع تهدید شبه نظامیان کرد و اسکان پناهجویان سوری اعلام کرده. مهداد فرهمند گزارش می‌دهد. در دومین روز عملیات موسوم به چشمه صلح، ارتش ترکیه فعلا بر حملات هوایی و توپخانه‌ای تمرکز بیشتری دارد تا توانه شبه نظامیان کرد را برای رویارویی زمینی در مرحله بعدی به حداقل برساند.
شبه نظامیان کرد هم به نوبه خود به سوی شهرهای مرزی ترکیه خمپاره پرتاب کردند. کردستان بمب باران کرد. کوئوی کیلا هزاران خلک روژاوای کردستان در منطقه‌ای که 4-5 سالی را در آرامش گذرانده بود، موج آوارگی دوباره آغاز شده. راوستینه ای اروپا بیلی ای اتحادیه اروپا به خودت بیا. بازم میگم اگه به این عملیات ما بگین اشغالگری، خیلی راحت مرزمون رو باز میکنیم و 3,600,000 پناهنده براتون میفرستیم. همانطور که اردوغان به اشغالگری متهم میشود، دونالد ترامپ هم آماج اعتراض است که پشت کردها را خالی کرده. اینا قرناس دارن با هم میجنگن. ما رو هم به زور تو این دعوا چپوندن. قرار بود فقط 30 روز اونجا باشیم، ولی الان خیلی ساله که هستیم. وقتشه که بیایم بیرون. باید از این جنگ‌های بی‌پایان بیایم بیرون. بالاخره یه نفر باید این تصمیم رو می‌گرفت. رو راست بگم، خیلی هم برای این تصمیم داره از ما قدردانی میشه. به نظر من بزرگترین خطایی که ایالات متحده تا به حال مرتکب شده، ورود به خاورمیانه است. خاورمیانه باتلاقیه که 8 تریلیون دلار خرج رو دست ما گذاشته. با وجود مخالفت‌های جهانی، حملات هوایی و زمینی ترکیه به شمال شرق سوریه ادامه دارد. خروج آمریکا از خاورمیانه آرزوی ایران است. هرچند در این حال به عملیات نظامی ترکیه در سوریه اعتراض کرده. رئیس مجلس شورای اسلامی سفرش را به ترکیه برای شرکت در اجلاس پارلمانی لغو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان هم پیش از این در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه خود تاکید کرده بود ایران با هر گونه اقدام نظامی ترکیه مخالف است. گرچه عملیات چشمه صلح می تواند برای ایران منافع راهبردی داشته باشد، اما به هر حال ایران متحد سوریه است و باید علیه اشغال خاک این کشور به ظاهر هم که شده موضع بگیرد. مرتضی فرهمند، BBC. وزارت خارجه پاکستان از احتمال سفر نخست وزیر این کشور به ایران و عربستان خبر داده. هنوز جزئیات بیشتری از این سفر اعلام نشده، اما عمران خان ماه گذشته گفته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او خواسته تا به کاهش تنش میان ایران و آمریکا کمک کند. مسئولان 14 شهر بزرگ دنیا امروز تعهد دادند تا 11 سال آینده صرف کردن گوشت را در مدارس، بیمارستان‌ها و ادارات دولتی کاهش دهند. در بیانیه آنها که به امضای شهرداران این شهرها رسیده، آمده که عرضه گوشت به 16 کیلو در سال برای هر نفر محدود خواهد شد. این تصمیم حدود 70 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هدف این اقدام کاهش گازهای گلخانه‌ای ناشی از تولید گوشت صنعتی و مقابله با بحران اقلیمی است. همکارم سیاوش اردلان که خبرهای در واقع مربوط به بحران اقلیمی رو دنبال میکنه بیشتر اینجا در استودیو با ما. سیاوش، این 14 تا شهر چه شهرهایی هستن؟ چه شده که این مسئله رو اعلام کردن؟ حالا همه رو دونه دونه نمیگم چه شهرهایی هستن، ولی اصلیشون شهرهای لس آنجلس، لندن، بارسلون، استکهلم، سئول، توکیو، تورنتو و از این قبیل. اینها در چارچوب یک اجلاسی این بیانیه اعلام شد که اجلاس بهش میگن 30-40، یعنی مشتمل هستش بر 90 شهر مختلف دنیا که متعهد هستند به اتخاذ تدابیر زیست محیطی و مقابله بحران اقلیمی. ایران جزو اینها نیست، اما رو هم رفته حدود 700 میلیون نفر رو پوشش میدن، اما این 14 شهر خاص حدود 70 میلیون نفر رو پوشش میدن و وعده دادن که تا سال 2030، یعنی 11 سال دیگه، در تمام مراکز دولتی، اداره های دولتی و عمومی و همینطور بیمارستان و مدارس ارائه و صرف کردن گوشت محدود بشه به 16 کیلوگرم. مبناشون رو هم یک گزارش اعلام کردن به اسم گزارش لنست. این سال گذشته گزارش لنست گزارش مرجعی قرار گرفت درباره اینکه ما اگه مؤلفه‌های زیست محیطی و سلامت بشر رو بخوایم برای تعیین یک آینده رژیم غذایی در نظر بگیریم، بهترین نوع مصرف غذایی ما چیه؟ و اونها در این نتیجه گیری گفتن که 7 گرم گوشت قرمز در روز و 64 گرم گوشت و مرغ و ماهی در کل. اما اون چه که اینجا داره میگه، میگه 16 کیلو در سال، یه ذره بیشتر از اون چی هست گزارش لنست گفته، اما میگن این به خودی خودش میتونه که کمک زیادی بکنه به کاهش گازهای گلخانه‌ای با توجه به اینکه تأثیر دامداری صنعتی و تولید گوشت در سالهای آینده بیشتر از این هم خواهد شد. وقتی صحبت از بحث بحران اقلیمی میشه و اقداماتی که ما به عنوان بشر میتونیم انجام بدیم که اون رو کاهش بدیم، شاید کمتر
آدم ها راجب گوشت شنیده باشن. چرا گوشت؟ در غرب الان این داره بیشتر از پیش جا میفته. همه تقریبا میدونن که نزدیک به 15% گازهای گلخانه به خاطر دامداری صنعتی هستش در سراسر دنیا. در همین قضیه آتش سوزی جنگل‌های برزیل هم به یاد داریم که یکی از انتقادهایی که به دولت بولسوناروی میشد که تشویق میکرد دامداران صنعتی رو بسیار از جنگل‌ها و مراتع رو بسوزونن و به جای اون دامداری‌های صنعتی به راه بندازن. به خاطر گوشتی که از راه دامداری صنعتی به دست میاد گازهای گلخانه زیادی وارد جو زمین میشه. گاوها و گوسفندها به خاطر اون متانی که از بدنشون خارج میشه به خاطر خوردن این گوشتا دی اکسید کربن و متان رو وارد هوا میکنن و این باعث میشه که نور خورشید جذب بشه در زمین و نتونه بیرون بره و این یکی از دلایل 15% دلیل گرمتر شدن زمین عنوان میشه. برای همین این بیانیه 14 شهر از این جهت مهم هست که گامی هستش برای مقابله با اون قضیه. حالا چون 60 میلیون نفر تحت تاثیر قرار میده خیلی به خودی خود حرکت زیادی نخواهد بود، چون این جبران خواهد شد با افزایش جمعیت و مصرف بیشتر گوشت در خیلی جاهای دیگه. اما اگر همین مبنا قرار بگیره در آینده برای تصمیمات مشابه طرف شهرهای دیگه میتونه اثرگذار باشه. ممنون از سیاوش شهردار همکار اینجا هستید. برندگان جایزه نوبل ادبیات معرفی شدند. مراسم امسال با رویه معمول کمی تفاوت داشت. دو نفر با هم نوبل ادبیات گرفتند. اولگا توکارچوک نویسنده و شاعر لهستانی که برنده جایزه پارسال اعلام شد و پیتر هاندکه نمایش نویس اتریشی که نوبل امسال رو برد. شبنم شبانی گذاشت. پاییز موسم جوایز نوبل است و یک بار دیگر چشم دوستداران ادبیات هم به مراسم اعلام جایزه ادبیات آکادمی. آکادمی دو نویسنده را به عنوان برنده جایزه اعلام کرد. اولگا توکارچوک نویسنده و شاعر لهستانی که برنده جایزه سال 2018 اعلام شد. زنی خلاق با قلمی سرشار از ظرافت و شوخ طبعی که جوایز ادبی مهمی مانند منبوکر را در کارنامه دارد. و پیتر هاندکه نویسنده اتریشی که برنده امسال جایزه نوبل شناخته شد. او را هم نویسنده خلاق و پیشرو می دانند که در نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی تبحر دارد و گاه حتی دست به دوربین برده و بعضی از نوشته هایش را به تصویر کشیده. اما چرا برنده جایزه پارسال را امسال اعلام کردند؟ دلیل این اتفاق قائله بود که پارسال آکادمی نوبل را درگیر کرد. مردی به نام ژان کلود آرنو همسر یکی از اعضای سابق آکادمی به آزار جنسی زنان متهم شد. آرنو عکاس بود و در محافل هنری نفوذ داشت. آکادمی نوبل دریافت که او از این نفوذ برای نزدیک شدن به زنان استفاده کرده. بدتر از آن بعضی از مکانهایی که آرنو متهم به ارتکاب جرم بود به آکادمی نوبل تعلق داشت. ژان کلود آرنو تحت تعقیب قرار گرفت و دادگاه او را مجرم شناخت. 2 سال حبس گرفت و معادل $12,000 جریمه نقدی. رسوایی که به بار آمده بود موجب شد چندین عضو آکادمی از کار کنار بروند. رئیس آکادمی هم کنار گذاشته شد. حالا امسال آکادمی نوبل آن وقایع را از سر گذرانده، خود را احیا کرده و برنده جایزه آن سال را هم زنی خلاق و فمینیست معرفی کرده. شبنم شعبانی، BBC. بر اساس آمارهای جهانی از هر 4 نفر در جهان یکی به بیماری روانی مبتلا است، اما وضعیت در افغانستان بدتر از این است. آمار رسمی نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از جمعیت این کشور دچار ناراحتی روانی هستند. با وجود این تنها یک بیمارستان سلامت روانی دولتی در افغانستان است. امروز به مناسبت روز جهانی سلامت روان خبرنگار ما نسرین نوا از کابل این گزارش رو فرستاد. از او حالت را رنگ نمیبرم، از حالت نفهمی خود رنگ میبرم. سال هاست جملات نامفهوم را با خودش تکرار میکند. جنگ پای او را به اینجا کشانده. شفاخانه صحت روان در کابل. مردی 50 ساله که غم و شادیش را گم کرده. گاه بی بهانه خوشحال است و گاه غمگین. شفاخانه صحت روان تنها مرکزی با 100 تخت برای 32 میلیون نفر در افغانستان. هر روز کم از کم 100 نفر به این مرکز مراجعه می کنند. دست کم 5 نفر شانس بستری شدن را می یابند. مراجع زیاد و بستر محدود. احسان الله 14 سال در کابل مترجم بوده. او شانس زندگی در آمریکا را یافت، اما همین هفته اینجا بستری شد. پدرم گفت 11 ماه شرکت 11 ماه خسارم ماما خسارم آوردن اینجا انداختند ما.
اگرچه من که در وجود خود نکدام تکلیف را میبینم نکدام چی یگانه رنج که میبریم از بیکاری است. زنان بیشتر قربانی فشارهای روانی هستند، اما در جامعه مردانی افغانستان کمتر به آنها رسیدگی می شود. اینجا یکی از بخش‌های زنانه این شفاخانه هست، جایی که 8 خانوم بستری هستند و دیده میشه که اکثرشان به دلیل جنگ‌ها، خشونت‌ها و مشکلات فامیلی و از دست دادن‌هاست که از ولایت‌های مختلف به اینجا آمدند. دردها تا حدودی یکسان، اما قصه‌ها مختلف. این همیان دعوت دستم خانه برم. هنوز به اینجا عادت نکرده. شیبا از 15 سال به این سو با بیماری روانی دست و پنجه نرم می کند. برای بار سوم اینجا بستری شده. آخرین بار 5 ماه قبل پس از یک زایمان ناموفق به این حال روز رسیده. در فکر من چیز می گردن. املا سرمی آیه. می خود تکر تکر کنم. ای در جان نمی فهمم. بسیاری از بیماران و خانواده هایشان نخواستند تصویرشان دیده شود. رفتی درست هر روانشناس به اصطلاح از آن به داشتن بیماری روانی در افغانستان شرم پنداشته می شود. اما کسی که 27 سال در این راه کار کرده میگوید تازه باور شماری نسبت به مشکلات روانی تغییر کرده. با گذشت زمان این واقعا که تغییرات آمده، یک در دیدگاه مردم تغییرات آمده. اکثرا قبلا مرض روانی رو یک استیگما، یک شرم بسیار کلان میدونستند. در سالهای اخیر جستجو برای حل مشکلات روانی بیشتر شده، اما این کافی نیست. مردم هم آگاه بشن به ای که ما اختلال روانی دارم و نیاز به تداوی دارم. در طرف دیگه ما متخصص و درمانگرهای حرفه‌ای و مسلکی به تعداد کافی نداریم و هیچ سیستم آموزشی، هیچ سیستم نظارتی هم وجود ندارد. در افغانستان بیماری‌های روانی جدی گرفته نمی‌شود. نه مردم به مراجعه به مراکز درمانی دلبستگی دارند، نه سرمایه‌گذاری به آن حد است. در سیستم آموزشی افغانستان رشته روانشناسی کلینیکی جایی ندارد. در کشوری که حدود نیم جمعیت آن با فشارهای روانی دست و گریبانند. شیبا، احسان و حفیظ الله نمونه ای از هزاران بیمار روانی است. محتاج و فراموش شده. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبر باشم.